أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل حرج. خب شاخه تربیت بحثمون تمام شد و خلاصه و جمع‌بندی این شد. بحث تأدیب یا تربیت، حالا هر دو تا اصطلاح هم به کار میره، خلاصه بحث این شد. تأدیب ناظر به مدیریت غرایز، مدیریت بخش حیوانی ماست، یعنی همین مرتبه حس و خیال و که غرایز حیوانی اینجاست. کار تأدیب اینه که غرایز ما رو در حد لازم نگه داره، نه کمتر نه بیشتر. اینو اسلامش میگن تأدیب یا تزکیه نفس، که میگن نفس باید قد افلح من زکاها، تزکیه نفس یعنی این غرایز حد و اندازه داره و راهکاری که این میشه شاخه تأدیب یا شاخه تربیت. اما شاخه تعلیم که میگن تعلیم و تربیت، شاخه تعلیم مال قوه ناطقه است، موضوعش قوه ناطقه است. همین بحث قوت ذهن که تو جلسه قبل داشتیم، بعضی ها ذهن خوبی دارن، فکر خوبی دارن، مال شاخه قوه ناطقه میشه. اینکه قوه ناطقه چگونه رشد میکنه، با قوه ناطقه چه باید کرد، که اصل از کردیم انسانیت ما به قوه ناطقه است. بعد اینکه گفتیم غرایز باید به اندازه لازم استفاده بشه، حاکم قوه ناطقه است، ناطق حاکم غرایز محکوم. پس اگر قوه ناطقه شما ضعیف باشه، شما هیچ وقت نمیتونی تو اخلاق غرایز رو مدیریت بکنی. این عقل شماست، تفکر شماست، اینجا نباید انجام بدی. او باید بگه چشم، باید بتونی بکشی، لجام گسیخته نباشه به اصطلاح، افسارشو بکشی. اما اگر ناطقه ضعیف باشه چی؟ یا ضعف در فهم داشته باشه، نتونه تشخیص بده، یا حاکمیتش خلاصه زیر سوال باشه. غرایز حاکمیت دارن، انسان اخلاق رو هم از دست میده. خب فضیلت در تعلیم اینه که اشخاص دارای قوت و قدرت تفکر و تحلیل بشن. قوت ذهن، منظور از قوت ذهن قوت تفکره، قوت تحلیله. قوت تحلیل قرار ما رو به چی برسونه؟ اما که عرض کردیم درست و غلط، چی درسته، چی غلطه، چی صلاحه، چی فساده، اینکه انسان بتونه این رو تشخیص بده. این میشه شاخه تعلیم. تعلیم متکفل این هست که متربی رو در بحث قوت تفکر رشد بده، او صاحب فکر بشه. البته ما اینو میدونیم تو همین تقسیم بندی، به هر حال همه در بحث فکر مثل هم نیستن، استعداد ندارن، ما باید تلاش بکنیم. اما رتبه های واقعی را باید به رسمیت بشناسیم. یکی خیلی بالاتر مثل خود فقها، مثلا فقها، یکی میشه خاتم الفقها و المجتهدین، اینا هم باید به رسمیت بشناسه انسان، یکی بالاتر از اون یکی کمتر، اما همه نیاز دارن به تفکر. ببینید انسان فاقد تفکر بهیمه است، همین الان خوندیم بهیمه چهارپاست، چهارپا که نمیتونه هیچ رشدی بکنه، نه در اخلاق نه در هیچی. پس در ایدئال اسلام اینه، همه مردم باید صاحب تفکر باشن، صاحب تحلیل، حالا هر اندازه‌ای که هست. بعد اون مقداری که شما نقص داری باید از بالا دستی تبعیت کنی، اون تقلیدی که گفتی. اگر این باشه اشکال، من تا اینجا خودم میفهمم، ای جای به بعد باید یکی بهم کمک مشورت بده. پس نه از این ور همه خودشون علامه ده رو عقل کل بدونن، این یه آفته. از اون ور صاحب تفکر نباشیم، صاحب تفکر باشیم باید حیوانی زندگی کنی، طبق ادراک حس و خیال زندگی کنی، خب هر دوتا انسان رو اهل شقاوت میکنه. خب تعلیم دوتا شاخه اصلی داره، دیروز هم اشاره کردم، البته دیگه به مناسبت اینا رو دیروز گفتیم. حالا خوده یکی از کردیم شیوه فکر کردنه، چجور ما از مواد خام، از معلومات، از گزاره ها به تولید علم، به فهم، به بحث های جدید برسیم، و یکی هم معلوماتی که شما با عنوان مواد خام باید کسب بکنیم. این دوتا کار اصلی تعلیمه. یعنی شما وقتی میخوای اون متربی رو، اون جامعه هدف رو، اشخاصی که میخوای تربیت کنی در بحث تعلیم، یکی باید قدرت شیوه فکر رو بهش یاد بدی، چجوری تجزیه تحلیل کنه، چجوری بذاره کنار هم و نتیجه گیری بکنه.
یکی معلومات درست بهش بدی. معلومات میشه اون مواد، اون سرمایه فکری شما که از کردیم از بدیهیات اولیه شروع میشه که اونا رو خلقت به ما میده. یعنی شما برسی بدیهیات رو میفهمی، ولی بیشتر از اون رو باید خودت تلاش بکنی با کمک مطالعه استاد، کلاس، تفکر خودت به نتایج برسی. تو بحث شیوه تفکر از کردیم متکفل این علم منطقه. علم منطق علمیست که به شما درست فکر کردن رو یاد میده. فلذا فلاسفه تو علم النفس میگن، میگن کسی که منطق خوب یاد نگیره این کلن بارش کجه تو بحث تعلیم. هر چقدر هم شما فرضاً معلومات درست داری بهش میدی، اون قسمت شاخه معلومات هم درسته، اما چون نمیتونه تجزیه تحلیل بکنه، نمیتونه به تولید علم، به معارف جدید یا به انتقال معارف، حتی شما میخوای به یکی منتقل بکنی باید معلومات رو منظم بکنی. یعنی حتی در تدریس و در منبر و اینها هم به مشکل میخوری. یه چی اول باید بگی آخر بگی، یه چیز رو آخر باید بگی اول بگی، قرقاتی بگی، بی ربط بگی، خب مخاطب گیش میشه اصلا، یا چیز درست نمیفهمه یا غلط برداشت میکنه. پس شما اگر شیوه تفکر بلد نباشی خودت رشد نمیکنی، از معلومات مفیدت به علم جدید نمیرسی، نمیتونی معلومات مفیدی که داری رو درست منتقل بکنی. خب برای ما طلبه های خیلی مهمه، ما قراره معلومات مفید یاد بگیری و منتقل بکنی. همینجا من یه پرانتز باز بکنم. ببینید این بحثی که الان تو حوزه علمی قوم داغه و بالاخره تو سطح اساتید اینها مناظرات و مباحثات و مقاله ها و اینا هست، در برابر مکتبی که حضرت امام و حضرت آقا دارن، اصلا انقلاب بر اساس شکل گرفته، میگیم فقه نظام ساز، فقه تمدن ساز، اصطلاحی که امام یادمون داد، فقه حکومتی. خب ما وقتی میگیم انقلاب دنبال تمدنه و قرار این تمدن اسلامی باشه، این از فقه میاد بیرون. پس فقه تو باید قابلیت تمدن سازی داشته باشه، ولی ادعات ادعای بی خودی میشه. حالا یه دعوایی تو قومه، بعضی از آقایون واقعا نظرشون میگه آقا این فقهی که ما داریم تمدن ساز نیست، اون دست امام زمانه، خودش میاد خودش انجام میده. اینی که هست تو بحث اجتماعی توصیه هایی داره، راهنمود هایی داره، اما نظام ساز، مثلا همین بحث اقتصادی، خب داغ شد تو قوم بحثش که آقا خب ربا حرامه، مشه جنگ با خداست، بحثی نیست، توصیه هم میکنن. خب یه بحث مطرح شد آقا حوزه علمیه باید تئوری اقتصادی بده. آقا ما بانکو تعطیل کردیم، خوبه اصلا یه دولت انقلابی اومد، من بانکو فردا تعطیل میکنم، چیکار کنیم جاش؟ پول، گردش پول چه جوری باشه؟ تولید پول چه جوری باشه؟ نظریه اسلام چیه؟ خب یه اشکالی که وارده، از نظر ما اشکال واردی هم هست، درسته. تو اگه ایجابی، تئوری ایجابی نداشته باشی، بگی اینجا غلطه، اینجا غلطه، خب چیکار جاش چی بذاریم؟ خب با مردم اقتصاد باید بچرخه. خب یکی از آقایون تو قوم نوشت و گفت این توقعی بیجاییست از حوزه توقع دارید برای نظام اقتصادی تئوری بده. ما میگیم ربا حرامه، نباید ربا باشه، خودتون میگی جوری برش دارید، جاش چی بذاریم؟ من چه میدونم جاش چی بذاریم؟ واسه نباید این توقع، این چه حرفی از حوزه توقع دارید که بیاد مثلا به شما مدل اقتصادی شیوه پول بده. رسما گفت عزیزم خب بعد چی میشه؟ طرف میگه آقا تو نداری منم ندارم، بشین سر جات حرف نزن، پس بذار کارمون رو بکنیم. هم آخرش چی میشه دیگه؟ تو که میگی من نداره، اسلام نداره، منم غیر از تئوری غربی ها که همین نظام سرمایه‌داری تئوری دیگه ندارم، بفهم. پس چرا که دوتو بیداد میکنی؟ هی ربا حرامه، ربا حرامه، ربا حرامه، بذار کارمون رو بکنیم بابا، هی فقط شهر رو شلوغ میکنید. من اینو به شما بگم، پس ذهن خیلی از این مسئولین همینه، خلوتاشون هم میگن حالا در ظاهر بالاخره احترام رو ادا میکنن، جرأت نمیکنن، نه تئوری که ندارن، میگن حرام حرام. این امروز دنیا، اون مال 1400 سال پیش بود، زمان اعراب بادیه نشین اینجا بود. الان این نظام دنیا، بانک، بانکم ربا تو ذاتشه، بانک اصلا با ربا تأسیس شده، اصلا هویتش ربویه. تو هم که تئوری نداری جایگزین باشه، خودتون درست کنیم. من چیکار چجوری درست کنم؟ همینا، اینا هم همین راست، از یه جهت هم راست میگن، حالا کاری نداریم. فی قلوبهم مرض و اینا هستش، خب رفته تو دانشگاه های آمریکا و فرانسه و انگلیس خوندن دیگه، خب دیگه همین یاد گرفته. خب تو که تو حوزه بگی من تئوری ندارم، اینم که رفته این درس رو خونده، خب چیکار کنیم دیگه؟ ببخشید، خب دیگه چرا که داده بیداد میکنی؟ راست میگه آقا، اگه تئوری نداری حرف نزن. تئوری داری؟ بله. آب ربا حرام، اینم تئوری من، این سیستم مالی. آره اینجا میتونیم داد بزنیم. خب امام معتقد بود ما داریم، از در میاد با همون شیوه فقه جواهری شما میتونی استنباط کنی، نگو با رویکرد اجتماعی و سیاسی بریم. آقا هم همین معتقد. خب ولی به این مشکل،
اگر بزرگان حوزه به این فقه اعتقادی نداشته باشن، من این به شما بگم، امام ولایت فقیه رو از همین فقهی که دست همه است کشید بیرون. چجوری میشه که یه مرجع میگه آما هرکی توی روایت میگنم ولایت فقیه پیدا نمی کنم؟ خب همین روایت هم همینه، یعنی نیست که امام یه کتاب جدیدی پیدا کرد، نه، امام چی میگه تو صفحه اول کتاب ولایت فقیه؟ امام میگه ولایت فقیه جزء بدیهیاته، کسی درست تصور کنه تصدیق میکنه. خب یکی میگه آقا منم 70 سال دارم تو روایت کار میکنم، خدا من کو بدیهی نظری اسم چیزم در نمیاد. نکته به همین، چجور از روایات میتونی استنباط کنی؟ شیوه اجتهاد، شیوه درست فکر کردن. اهل بیت به شما مقدمات دادن، این گزاره اهل بیت رو بذار مواد تفکر، خب همین گزارا دست امامه، دست بقیه فقها هم گزارا همینه، همین اصول کافی و سائل شیعه نمیدونم بهار همیناست. مواد یکیه، مواد اهل بیت هم است. حالا ما کاری به اون اختلافات مثلا رجال اینا رو فعلا نداریم، همین مواد، از همین مواد. امام میگه از قرآن ولایت فقیه در میاد، آقا اصلا روایت نمیخواد، قرآن که دیگه نه بحث سندی داره نه چیزی، آیات قرآن دلالت قطعی بر لزوم ولایت فقیه داره دیگه، قرآن دیگه میگم سند و اختلاف رجالی اینا هم که نداره دیگه. پس چجور یه مرجع میگه قرآن کجای ما تو قرآن جایی نداری باز ولایت فقیه ازش در بیاد؟ مواد یکی، شیوه فکر، با چه روی کردی میری سراغ قرآن؟ شما کتاب طرح کلی آقا رو بفهمی میفهمی یعنی چی؟ ببین آقا تو طرح کلی کتابش قرآنیه، ببین چی میکشه از قرآن، تفاصیل دیگه هم مثلا برید ببینید، المیزان رو ببین، تفاصیلی که در طول تاریخ اسلام نوشته شده ببین، یه قرآنه، همه سنی شیعه همین قرآن، تفاصیل زمین تو آسمون فرق داره. شیوه درست فکر کردن، چیدن مقدمات و گرفتن نتیجه، شما روایات اهل بیت رو بچینی کنار هم و یه جنبندی برسی. حالا یکی نمیتونه، یعنی مواد گزاره اهل بیت خیلی هم حدیث بلده، خیلی چیزا تو ذهنشه، نمیتونه از اینا علم جدیدی بکشه بیرون. حالا میفهمید چرا بعضی ها ته سوادشون فقه فردیه؟ چون فقه فردی میدونی خیلی راحته، مثلا میگه آقا نماز صبح دو رکعت تسبیحات فلان، این در میاد، خیلی با یه چینش مختصر در میاد، مسائل اجتماعی با چینش مختصر در نمیاد. چون نظام اقتصادی بخوای روابط علوی بکشی بیرون خیلی باید شیوه تفکرت قوی باشه بچینی این اصل فرع هیمنه اقتصادی و نظام اقتصادی اسلام بکشی، نظام تربیتی اسلام بکشی بیرون، نظام سیاسی اسلام بکشی بیرون، سیاست خارجی اسلام بکشی بیرون، کار سختری. خب اگر فقیه ضعف داره ته شیوه تفکرش فقه فردی رو میکشه بیرون، فقه فردی هم میدونید خب یک نقطه قوتی که داره هزار سال قبل از ما کار کردن روش، شکوشاشو زدن، همه فروز رو در آوردن، یعنی همچین خیلی شغل قمر نیست فقه فردی که یه خروار القام برای خودمون ردیف بکنیم. آقا هزار سال بزرگان فرض ها چکش زدن، اگه فقیهی تو فقه اجتماعی باید خودتو نشون بدیم که بله خیلی کار نشده، سرمایه کم، این یعنی فقاهت. خب اگر اون شیوه تفکر نباشه طرف دوست داره، ببین ما یه آدمایی داریم تو قوم میگن ما آره اسلام باید تئوری داشته باشه، ما هم میخوایم در نمیاد. حالا اونایی که یاد که بستن گذاشتن کنار، آقا نداره این فقه ما تمدن نداره، بیخود الکی مردم متوقع نکنید، خب هیچ بوسیدن خسته نباشید، واقعا اینه مکتب کامل، اینه مکتب اهل بیت به درد همه زندگی میخوره. یه عده نه میگه نه باید داشته باشیم، داریم هم هشون در نمیاد. عجب چه کنیم؟ خب در نمیاد اون چیش؟ مشکلش چیه؟ درس هم خونده همین باز اون شیوه تفکر، اینکه مقدمات اهل بیت رو بچینی و بکشی بیرون نظام اقتصادی رو نداشته باشی نمیاد. آقا واقعا در زور نزد در نمیاد دیگه، دوست داره، انگیزه داره، ناراحت از فضای کشور، بهش فشار میاد که حوزه مثلا تئوری نداره و میخواد یه کاری بکنه ولی نمیتونه. شیوه تفکر خیلی مهمه، چجور بچینی کنار هم نتیجه بگیری، یا این کناره این کناری به یه بابی برات باز شد، همین روایت رو یکی دیگه میبینه هی میخونه حفظم میکنه هیچ بابی براش باز نمیشه، این مسئله است. حالا شیوه تفکر خیلی اهمیت داره، ما طلبه هامون رو باید در بحث حوزه شیوه تفکرشون رو ارتقا بدیم. حالا این از فقاهت بگیم، میگه تو مسائل سیاسی دیروز اشاره کردم، مسائل تحلیلگر سیاسی به کی میگن؟ تحلیلگر به کسی میگن که یه شواهدی رو میبینه، این فلان جا این حرف رو زد، فلان جا اون کار کرد، اون این کار کرد، میچینه یه نتیجه ازش در میاد که اون نتیجه فتح بابی میشه. همین شواهد رو هزار نفر دیگه هم میدونن،
هیچ نتیجه نمیتونن ازش بگیرن. هم دیروز گفتم مثلا بعضی های از این سایت خبری به اون سایت خبری از اون سایت خبری منبع اطلاعاتن اما نمیتونه تحلیل کنه. نصف این اطلاعات یک سوم یک دهم یکی داره تحلیل رو میکشه بیرون. مال این شیوه تفکر اینجا محله. محتوا رو همه دارن، مواد رو دارن، چه بسا دیگران مواد بیشتری دارن مثلا از کسی دیگر. اما اگر اون شیوه تفکر، شیوه چینش و مقدمات و نتیجه گیری رو بلد نباشی، یاد نگرفته باشی، بله بهترین مقدمات رو بهت میدن، کمترین فایده و خروجی رو میگیری یا اصلا نمیگیری. این برمیگرده پس به این شیوه در اصل تفکر که به این راحتی هم به دست نمیاد، کارورزیه. یعنی این نیست که شیوه تفکر شما مثلا یه دو واحد منطق بخونی تمام بشی، کارورزیه. باید کار کنی، استاد اشکالتو بگیره هی تا انسان براش ملکه بشه. یعنی یه زمان داره. برای ما از اول طلبگی باید طلبه‌هامون رو شیوه تفکر یادشون بدیم. از هم اول طلبگی. مثلا تا پایه 10 که سطح 3 تمام میشه 10 ساله. بعد این مکرر تو این دوران طلبگی باید هی استاد هی اشکال بگیره چی؟ بعد 10 سال این شیوه تفکر بره تو فقه استنباطات نو میکنه. بیا تو سیاست قدرت و فهم سیاسی داره. تو مسائل فرهنگی قدرت و فهم این میشه طلبه تراز. این میتونه خوب تجزیه تحلیل کنه، آسیب شناسی خوب بکنه. این میشه والا خب میبینی طلبش هم مثل عوام تحلیل میکنه. یعنی تو بحث سیاسی کل عوام این چه فایده؟ خب ما شدیم طلبه، مردم به ما به عنوان آخوند نگاه میکنن. نمیتونه خب چیکار کنه؟ خود یاد نگرفته، همین مواد رو میذاری نمیتونه تحلیل رو بکشه بیرون، نتیجه گیری بکنه. بنابراین شیوه تفکر رو باید در واقع جدی گرفت که از کردم از علم منطق شروع میشه. اما علم منطق یه بخشش کارورزیه، تئوری صرف نیست. یعنی تئوریشو یاد میگیری باید بری تو عمل، هی کار کنی، هی مقدمات ذهنت ورزیده بشه. دقیقا مثل این رشته های فنی دانشگاه هست که آخرش باید بری عملی، برق کاری اینا عملی ورزیده بشی، بنایی باید بری بنایی بکنی. هی تئوری صرف آدم بنا نمیشه. اینا دقیقا شیوه تفکر تئوری صرف کسی یاد نمیگیره. تئوری مقدمه است، میری رو زمین کار بکن، هی آزمون خطا فلان تا قدرت پیدا میکنی، مغالطه کشف بکنی. خب این کشف مغالطات همه تون دیدید تو منطقی بخش مون کشف مغالطه است. کشف مغالطه به راحتی نیست، باید کارورزی کار کنی، کار مثلا مغالطات پنهان. یا بعضیا که دیگه چی، خب از این ور بوم میافتن، هر جا کمی هم مغالطه داری میکنی. آقا اصلا میبینی ما تو دانشگاه فضای دانشجو زیاد دیدم از اون مغلطه میکنیم. خب مغلطه اولا چیه؟ بعد کجا مغلطه میکنیم؟ مغلطه میکنی دیگه. آقا یه چیزی شنیده فقط مثلا جو اینم که اوه چی این دیگه بله یا مثلا حالا دیگه بیشتر مغلطه بیشتر از آره چی شنیده اصلا چی هست مغالطه چی هست؟ تو مغالطه وقتی ادعا میکنی طرف مغالطه، باید مغالطهشو نشون بدی، بگی ببین اینه مغالطت. مثلا ما داریم الان 110 تا حدودا مغالطه میشمارم دیگه، ببین این مغالطه اینه، اینجا اشتراک لفظیه، مثلا چی کردی فلان اینجوری همینجوری بنا مغالطه است دیگه. کجاست این مغالطه است دیگه؟ دیگه کجاست این مثلا سفسطه آره داری سفسطه میکنی مثلا یه جا همینجوری میندازه بحث جدلی و خراب میخواد بکنه. نه سفسطه میدونی چیه، نه مغالطه، نه کشف مغالطه می راحتی نیست که شما. یا همون تناقضی که دیروز صحبت کردیم، ما دیگه تناقض کردیم، همون تناقض واضحه. ما میبینیم بعضی تناقض واضحه رو نمیتونن کشف کنن، مغالطه پیشکش. ببینید تناقض خیلی ساده تر از مغالطه از کشفش، مغالطه سخت‌تر و پیچیده‌تره. آقا تناقض داره، میگین حفید منافع تناقض داره، این نمیشه اینجوری. بنابراین شیوه تفکر در واقع جزء الزامات قوه فکر و یکی از دلایلی که ما تو بحث فکر خیلی از بچهای انقلابی ضعیفن به همین برمیگرده. چه بحثای سیاسی ضعیفن، چه بحثا تو انتخابات، تو هر مسئله دیگه، تو تحلیل مسائل فرهنگی، مال اینه. خب این روشن راهش هم معلوم شد، تحصیل علم منطق با پیوست کارورزی. این راهش. خب ما منطق رو اولا وقتی تو حوزه میخونیم شاید خیلی برامون واضح نکنن به چه درد میخوره. یعنی طلبه مثلا اون انگیزه لازم به چه درد میخوره. اول اینو نمیگه بابا علم منطق اینه، فردا تو هر جایی میخوای بری شیوه فکر کردن بلد نباشی اصلا اهل بیت نمیفهمی، روایت درست نمیفهمی، جمود داری رو روایت. فقط همین روایت اینو گفته. مثلا تو تایش چی میشه؟ خب شما روایت متعارض و متضاد داری. باب تعارض و تعادل و تراجی یکی از ابواب مهم اصوله. چی کار میکنی اونجا؟ بله آقا اونایی که مخالفه بلد فقیه هم چه یه روایت میاره که آقا نداریم حکومت در عصر غیبت.
استناد این جریان شیرازی ها و انجمن حجت و اینا روایت میاره هر علمی قبل از ظهور مثلا طاغوت. خب وقتی تو قدرت تحلیل نداری ببینید شرایط صدور روایت چیه، پس اما یه روایتایی داریم الزام داره حکومت اسلامی رو، و این چیزی کدومه؟ میگه بله این روایت قال صادق علیه السلام، من به این روایت عمل میکنم. همین میشه دعوا و درگیری و هیچ وقت هم حل نمیشه. تو باید بتونی تجزیه تحلیل بکنی. بله یکی میگه من به این روایت عمل میکنم، یکی من به اون روایت. مردم بدبخت واسه چیکار کنن؟ جامعه هم دو پاره میشه دیگه، یه ده مقلد این دسته میشن یه ده مقلد اون دسته میشن، اون وحدت اجتماع انسجام هم چه از بین میره. خب اگر ما شیوه تفکر نداشته باشیم میشه جمود رو روایت، روایت رو داریم نه تجزیه تحلیل. رو عام و خاصش چیه، مطلق و مقیدش چیه، متضاد و متعارضش چیه، اینا بحث خیلی مهمه. که واقعیت ماجرا اینه که اگر کسی بحث اصولش ضعیف باشه، امام داره میگه بعضی اصولشون ضعیف اخباری میشن چون بحث اصول و تجزیه تحلیلشون ضعیفه. بحث اخباری که از زمینه روانی اینه، تجزیه تحلیل رو باز سخته. ما یه استادی درس خارج میرفتیم، من اونجا فهمیدم اهمیت تاریخ رو. اصلا آقا یه فصلی برامون باز شد، ایشون تو تاریخ خیلی قوی بود، یکی از گمنام تو قوم، تو تاریخ به شدت متبحر بود. این را این بحث مجسمه سازی است، همه تو شنیدید، همین الانم خیلی از فقها مجسمه سازی رو اشکال میدونن بعضی حرمت اینا. درس خروجش مجسمه سازی بود، بعد ایشون باب باز کرد گفت آقا شرایط صدور روایت، یعنی تو تاریخ باید بدونی چه فضایی حاکم بوده این مطرح شده. بعضی وقت بعضی از احکام ناظر به آسیب‌های اجتماعی فرهنگی صادر شده، یعنی اون چیز به خودی خود مثلا حرمت نداره، به خاطر بعضی چیزا هم به خودی خود حرامه، ربطی به شرایط نداره. خب تو این از کجا میفهمی این به خودی خود حرام بوده یا ناظر به یک آسیب مهم اجتماعی صادر شده؟ باید تاریخ بدونیم. بخش مهمی از فقهای ما تاریخ قوی نیستن، خود روایت رو بررسی میکنه، میگه مثلا روایت داریم مجسمه چنین، اون عام خاص مطلق، ولی تاریخ نداره تو درس خارج. ایشون اومد تاریخ مجسمه رو مطرح کرد، اون استاد قوی بود تو تاریخ، من اصلا واقعا برام تازه تو فضا اصلا ندیده بودم تو فضای درس خارج ها. تاریخ رو معمولا یه علم جدا میدونن و خیلی مثلا شما توی بحث‌های درس خارج میگن علم رجال درایه فلان، که تاریخ هم خیلی مهمه چون تشریح کرد، بعد اثبات کرد که اینی که مجسمه سازی حرامه به خاطر غلبه بحث فضای بت پرستی بوده، ولی به خودی خود مجسمه مشکلی نداره چون روح بت پرستی و فضا بت پرستی بوده، فضا و مجسمه انسانو یاد بت پرستی به لحاظ روانی گره میزنه به بت پرستی، مال این بوده. آخر یه چندین جلسه صحبت این شواهد تاریخی آورد، نه همینجوری یه فرضیه مطرح کنه، قشنگ شواهد تاریخ زمان اینجوری. بنابراین اگر در زمان این حالت نباشه کسی از مجسمه سازی به بت مجسمه اشکال نداره. بیشتر فقها فتوا شدن خلاف اینه، فقهای زنده چقدر، یعنی یه حلال حرام تو راحت جابجا میشه تو با تاریخو بفهمی، شرایط صدور اینا رو بفهمی. اما همین مثلا یه روایت رو بررسی کنی و تاش مثلا چیزی بشی فقیه، حالا دیگه یه عده دیگه سند و اینا هم کاری ندارن، راحت کردن دیدن تو بعضی از گروه میزن هر روایت از اهل بیت میاد، نه شما واقعا اوج فقاهتید شما دیگه. خب مردم هم فقیه بشن دیگه، چی طلبه میشیم همینجوری باز میکنه استقای اصول کافی، فقط کافی زبان عربی ترجمه هم از کتابو، خب دیگه مردم هم فقیه هم دیگه، زبان عربی هم فارسی شو هست دیگه. خب بخشید دیگه، چرا ما منبر میریم؟ خب مردم برن منبر، چرا ما شدیم مثلا این چی کار داریم میکنیم با مکتب اهل بیت؟ هر چی از اهل بیت گفتم باریک الله، هر چی از اهل بیت گفتم، هر چی از اهل بیت، خب متعارضه، متضاده. خب نقیزه اینو متضاده چیکارش کنم؟ اهل بیت متضاد گفتن، تضاد گفتن اهل بیت دیگه. این اوجه چی که واقعا نابود کردن مکتب اهل بیته. از اون ور شما میبینی تاریخ هم باید بدونی امام صادق شرایطش چی بوده. یا مثلا یکی دیگه از نکاتی که از این درس خارج یاد گرفتم، ایشون هم تو این مسئله واقعا آدم قوی بود، میگفت آقا بعضی از بحث‌های اهل بیت نسخه شخصیه، بعضیش نسخه کلیه. اصطلاح طلبگی داریم میگن قضیتون فی واقعه، یه مورد جزئی خاص بوده عمومی نیست، بعضی چیزا نه نسخه کلیه. تو چجوری بریم میفهمی به راحتی؟ همین روایت مثلا حضرت به یه صحابی اینو فرموده، این شخصی بهش گفته یا کلیه؟ ببین به این راحتی نیست فهمیدنش.
همینجوری باز کنی به این صحابی گفت همه ما بریم عمل کنیم. نه، بعضی مواقع شخصی مال اون شخص بوده و حق نداری اینو به کسی سرایت بدی. واجه کلیه اینقدر راحت اشتا هر روایتی به هر اهل بیت به هر صحابی گفتن فرق داره. نسخه شخصی جزئی رو باید بتونی یا تغییر کنه. همه میدونن مثلا بحث تغییر دیگه روشنه، اهل بیت جا تغییری صحبت کردن. مثلا این هست، اینو متوجه هست که مرحوم آقای بروجردی میفهمودن به خاطر این شما فقه اهل سنت باید بدونید. مثلا ایشون علم به فقه اهل سنت رو لازم میدونست. یا خود تو بخوای بفهمی امام تقیه گفتی یا نه، باید فقه هر چهار چیز اهل سنت و حنفی مالکی رو بدونی که بفهمی امامت اینجا تقیه صحبت کرده یا نه. نه از کجا بفهمی؟ شاید تقیه بوده و تو اینو به عنوان قاعده عمومی اولی میگیری. در این قاعده اولی نیست، تقیه است. خب تو فقه اهل سنت رو نمیدونی کجا بفهمی؟ اجتهاد چقدر ابعاده؟ بعد دیگه چی؟ مبتذلش میکنن واسه اجتهاد. رو میگم چهار تا روایت رو، نه سند، نه بررسی، نه تحلیل، نه چیزی. الله هیچ دیگه تمام. آخرش هم انقدر مکاتب در میاد دیگه، میبینید دیگه. حسن آقا مری هم درست میگه چه بدبخت و چرا پوش میذارم یه مکتبی میشه دیگه. اونم اینم در میاد. همه چی اونم به روایت میدید استناد میکنه دیگه. عمو که نعمره به بعض و نکفره به بعض، اون روایت مثلا چیز هیچی از دین باقی نمیمونه. یعنی از اسلام فقط اسمی باقی خواهد موند. نابود میکنیم همه چی رو به اسم اسلام. این مسئله برمیگرده به همون. پس به این شیوه بحث تفکر خیلی اینجا مهمه که شما بتونید، و حالا این مثالای طلبگیش هم زنیم، بحث تاریخ، بحث اینها، تو بحث اجتهاد به این راحتی نیست. آقا فکر کنیم یه چند سالی چهار تا مقدمات خوندیم همه بشیم فقیه و شروع کنیم مکتب اهل بیت ترویج بکنیم و نکنیم این کار. آقا امتی رو بدبخت میکنیم، روز قیامت نمیتونیم جواب یه نفرش هم بدیم. زلالت میدونید دیگه قابل. حالا امور مادی اینا باز شاید کارایی یه چیزی بدیم بگیریم، روز قیامت داره مثلا ثوابی بدیم بالاخره یه چیزی، ولی کسی رو جهنمی کردی تو چی میخوای اون روز قیامت بدی؟ رضا از طرف جهنمی شده دقیقا دوتا با هم میرید پیشش. اینه نمیشه همینجوری راحت باز کنیم یه روایت به مردم حکم صادر کنیم. یه فاجعه هست. بعد عمامه رو سرشه طرف یه طلب هست مردم همینجوری باز میکنه روایت، روایته دیگه. عجب همینجوری آدم فقیه میشه. این همه پس فقها اینقدر ساده بود، این فقها برای چی نمی خودشون رو سختی ها کشیدن تو اون شرایط نجف و اینا تو سیره میخوندیم اینقدر راحت بود اینا؟ ببخشید پس اونا ببخشید پس عقلشون درست کار نمیکرده اگه شما عاقلی پس اینقدر ساده بوده فقهات. این همه زحمت برای فقهات بکشیم که آقا بفهمیم این روایت عامش چیه، خاصش چیه، مخصصش چیه، شرایط صدورش چی بوده، تقیه بوده، نبوده. بعد همینجوری راحت هر روایتی بریم آقا اینه، باز خودمونم بشیم صاحب فکر و صاحب اندیشه و به اسم اهل بیت. این بحث اهمیت شیوه تفکر. اما شق دوم، بریم سراغ شق دوم، مواد. مواد سالم، بله مواد ما ناسالم باشه. ناسالم بودن مواد چیه؟ بذارید لیست کنیم. یک، گزارت مطابق واقع نیست. گزارت کاذبه به اصطلاح. این گزاره دروغه. حالا تو شیوه تفکرم بلدی. گزاره دروغ وقتی میاد، خب شما معلومه نتیجه باطل میگیری. ببین تو منطق گفتن دیگه، نتیجه تابع اخص مقدماته. شما استدلال چهار تا مقدمه داره. یه دونه مقدمه دروغ باشه، خروجی دروغه، التقاطیه. ولو سه تاش درست باشه مقدمه. پس یک، ماده های ما صادق باشن. دو، موادمون علم نافع و مفید باشه. یکی از ابتلاعات مهم زمانه ما چیه؟ کلی علوم صادقن، بی فایدن، بی ارزشن، فقط رهزنه، فقط ذهنتو مشغول میکنه، به درد نه به درد دنیات میخوره نه به درد آخرت. این بحث علم نافع که میگن خدای به ما علم نافع بده، علم مفید بده، مال اینه. بچ بیکاری، عمرمون بابا کوتاه، چه کار به چه درد میخوری؟ فلذا علوم مفید دو قسم آقا، علم معاد، علم معاش. تقسیم دنبال چه موادی باید بریم؟ ما یه علم معاد میخواییم. علم معاد اون علومی است که بهشت و جهنم ما به او بنده، سبک زندگی اسلامی ما به او بنده، ارزش های ما به او بنده. همین و بفهمیم حلال چیه، حرام چیه، سبک زندگی اسلامی چیز که بخوایم بریم محققش، این علم معاده. علم معاش هم خب باید روزی بخوریم. هر کی باید شغلی داشته باشه، یکی مهندس، یکی دکتر، یکی بقال، علم معاش، یکی کارگره، چی؟ علم معاش. خب اینا مفیده. علم معاد
همه باید داشته باشن، حالا با سطوح مختلف تقلیدی اجتهادی، همه باید داشته. تو علم معاد هم هر چی بیشتر وقت بذاری، اونی که واقعا مال معاد ارزش داره، هر چی بیشتر شما تو خداشناسی، معرفت به الله، توحید، ابعاد صرف، هر چی بیشتر زحمت بکشی ابعاد بهترین ارزش داره. اما علم معاش قاعده حد وسط درش ورود داره. این نکته حد وسط یادتونه تو بحث قرائز و اینها، تو بحث علم معاش حد وسط داریم آقا. یعنی چی؟ که این استرام بهش میگن همون بحث تدبیر زندگی. شما باید زندگی تو تدبیر کنی، باید همین نون در آوردن و مدیریت امور مادی زندگی. میگن آقا اینجا باید بری علم کسب بکنی، اما حد داره، حد وسط داره. یه عده دیگه میافتن تو معاش، هی وقت بذار از علم معاد میمونی بابا، همین هی چجوری پول بهتر، چجوری فلان کسبم بهتر، چجوری اون بهتر. خب بابا آخرت چجور قرار بود این مقدمه باشه؟ این میشه رزیله. یه عده بدون علم، بدون زحمت میخوان به معاش برسن، اینم از این بر میفته. خب نمیشه، باید بری یاد بگیری، هر کاری بالاخره آموزش خودشو میخواد. پس علم معاش حد وسط دارد. اینی نیست که فکر کنی شما تو علم معاش هر چی بیشتر تحصیل کنی خوب باشه. نخه، اندازه که معاشت تامین بشه، جامعه اسلامی نیازهاش تامین بشه، بله. آقا انرژی هسته‌ای میخوام، یه دو بار تامین میکنم. آقا موشک میخوایم، هواپیما میخوایم، ماشین میخوایم، صنعت میخوایم. آره. اما زیاده روی خواست علم معاد میمونی. وقت اون محدوده. اما علم معاد نه، ارزش داره. هر چی بیشتر وقت بذاری بیشتر میفهمی، رتبت بیشتر میشه در بهشت، قرب الهیت بیشتر میشه. اون حد یقف و اینا نداره، اما علم معاش در واقع حد وسط داره. فرض ما تو بحث مواد، ما مثلا بچه میاد مدرسه، چی باید بهش یاد بدیم؟ اول علم معاد، از اول ابتدای شروع میشه تا آخر. بعدم علم معاش یادش بده. ما الان سیستم آموزش پرورش ما نه علم معاش نه علم معاده. ببین بدبختی نه دنیاست نه آخرت. دیگه آقا چند وقت پیش مطرح کرد بابا فنی حرفه‌ای یاد بدید. بابا حداقل بعد 12 سال مدرسه بقالی بلده، جوشکاری بلده. فردا بره 12 سال مدرسه. من الان به شما میگم، شما من بگید بعد 12 سال دیپلم غیر از خوندن و نوشتن و چهار عمل ضرب ریاضی اینا چی داره؟ به من بگید فایده ای بگید. هیچی نداره. 12 سال بهترین زمان ها، میدونید دیگه، 7 سالگی تا 17 سالگی برای تربیت و رشد قوه فکر، این بهش میگن زمان طلایی. زمان طلایی دانش آموز میاد خروجیش حتی یه فنی حرفه یاد بگیره، نون در بیاره، دستش تو جیب باباشه، هیچی بلد نیست. بابا این دیگه اوج بی عقلی و بی شعوریه. نه آخرتشو بهش یاد دادی، نه سبک زندگی بهش یاد دادی، نه ارزش ها بهش یاد دادیم، یه شغل، یه چیز فنی حرفه هم یاد ندادی طرف بتونه یه لوله کشی، یه چیزی، بابا خونش به مشکل میخوره، برق خونه رو مثلا انجام بده. 12 سال چیکار کردی روی بچه؟ این اصلا سیستم آموزش پرورش آقا خلاف عقله، هم حرام عقلی است هم حرام شرعی است، اصلا هیچ توجیهی نداره. آ چی ببین خروج شد، میگم دیگه، اما ما گذروندیم داریم میاد دیپلم. حالا دانشجو دیپلم چی الان خروج دیپلم واقعا؟ دقیقاً مقدمه دانشگاه. حالا خودت دانشگاهش هم محله بس خود، بعد حالا همین الان پدر مادرها کلاس‌های فوق‌العاده، تابستون بچه باید بره کلاس، انوار چی؟ بابا این بچه حتی چی کار داریم میکنیم واقعا؟ 12 سال اصلا نمیدونم، با 12 سال طرف عارف بالله میشه، درست تربیتش کنی این آدم 18 سالگی مثل همون بچهای جبه و جنگ اینو تمام میشه. شما از 7 سالگی با فطرت پاک اومده، بهش ارزش ها رو بگو، یه کار برای معاشش هم یادش بده، بعد از 18 سال میره راحت ازدواج میکنه، اهل کار، فکر قوی، معارف الهی یاد گرفته، سبک زندگی اسلامی، درست دیگه، همین مشکل حل. خیلی خوب، من بحثم تمام، جنبندی بحثم دیگه، نکات اصلی رو گفتم و دیگه جنبندی بحثمون این شد. ما دو تا اصل مهم در بحث سعادت داریم، بحث تأدیب که خلق اخلاق و گفتیم حد وسط داره و فرمولش مشخص شد، تکرار افعال متناسب، و یکی هم قوت فکر و ذهن که دو شاخه شیوه تفکر داشت و مواد تفکر. مواد تفکرم علم معاد، علم معاش. علم معاش هم حد وسط داره، اندازه داره، اما علم معاد هر چه بیشتر وقت بذاری ارزش داره. شیوه تفکرم شدش منطق، منطق با پیوست کارورزی. بدون کارورزی نه، صرف تئوری جواب نمیده.
این تقریبا مهمترین اصول ما برای تعلیم تربیت اینه. از اینجا به بعد دیگه جزئیات و تاکتیکه، یعنی به لحاظ اصول این پک دیگه کامله. البته ما مختصر گفتیم، هر کدوم از اینا رو میشه مفصل، همون علم النفس رو میشه 10 جلسه صحبت کرد، ولی دیگه مختصر سرفصل‌ها همینن، ولی میشه مبسوط دیگه همیناست، ولی مثلا با تفصیل بیشتر. والله بنده یه دور هر اصلی لازم بود تو بحث راهبردی برای تعلیم تربیت خدمت عزیزان مطرح کردیم. شرایطش وجود نداره، حالا باید دید. حالا شما همین مقدار چون این سرفصل رو داشتید دیگه، ما دیدیم سرفصل هست و مختصر مفید میشه جمع کرد بحث رو. حالا اونو دیگه فعلا من این بار دوم این بحث گفتم، مثلا کلن اون بار اولم که گفتم خود جوش بوده، چند تا از طلبه ها بودن براشون گفتم، این بار دومی هست که رسمی داریم میگیم، یعنی برای طلبه ها. بله بله، نه یه ذره مفصل تر بود یه مقدار، چون زمانمون بیشتر بود بار اول، تفصیلش بیشتر بود. بله دیگه سعی کردم همه بحثا ساده روان گفته بشه که دوستان واقعا بله بله اصول دستتون بیاد، قشنگ بدونید چی هست مسئله، ماجرا چیه. حالا خودتون میتونید مطالعه کنید، کتاب ها رو بخونید، روایات رو ببینید، جاشو میدونید مثلا این روایت این حرفو زده جاش کجاست، به چی داره میگه، اینا دیگه با خودتون است که انشالله ادامه بدید. نکته ای سوالی در پایان من؟ فقاهت بله فقط تقلید کنی، گفتیم از او که صاحب فکره عمری زحمت کشیده و خدا عنایت رو بهش کرده از او شاگردی کن. داری ممکنه در هر عصری یه نفر باشه، بسط همون یه نفر بسط، برو از او بگیر، با او چک کن، برو اجرا کن. و ما داریم ولی قدر نمیدونیم، از که همه فکر خودمون صاحب فهمیم صاحب درکیم. بله سخته، هر که هر فقیه به جاهت و بین فقهای موجود همه این جامعیت رو ندارن، ولی یه دونه داشته باشید بسته براتون. حالا دو تا بودن سه تا بودن، ما باید میگم شأن خودمون و قابلیت خودمون رو درست بشناسیم. نه خب معلومه نیست، نه اصلا و ابدا. بعد استعدادها مختلفه، طرف فقیه جامعه منبری خوبی نیست، بیان خوبی نداره، شما بیان خوبی داری. همون گفتم هر کی سر جاش باشه چفت میشه مثل پازل، تو از او فکر میگیری ولی تو بیانت قوی تره برای مردم. احسن اون بیان تو، ببین شما وقتی صحبت میکنی حرف اون فقیه و مردم بهتر میفهمن، خود اون فقیه بگه اینجوری نمیفهمن. این حکمت خداست، هر کی جایگاهشو بشناسه. آقا من بیان دارم میرم از او. من داشتم تو دوره تعلیم واقعا اساتیدی داشتیم و واقعا من از اونا دارم، مثلا این علم النفس اساتید ما یاد دادن، من علم النفس یاد گرفتم، اساتیدی که استخون خورد کردن تو بحث های علم النفس فلسفی، اما اون شاید مثلا من نتونه بیان کنه. یعنی همون استاد بیاد برای شما بگه چیز زیادی نمیفهمید، مثلا قلمبه سلمبه هم یاد گرفتم تو فضای قلمبه سلمبه بوده، چی داره میگه، به چه درد میخوره. من مطمئنم، یعنی بعضی اساتید من بودن، من مدیون اونا هستم، او بیاد بگه این کلاس کلا بعد که 2 جلسه تعطیل میشه، نمیفهمم چه درد میخوره. خب من مثلا این قابلیت دارم از او بگیرم بیام نرم خوردش کنم به شما بگم بفهم، خب بعد شنا میدونم ان شاء الله میرم شاگردی اون رو میکنم من، ولی بگم نه انا رجل من خودم حرف خودم رو بزنم، نه خیر میگم شاید چیزای سطحی و همین چیزی باید بگم. اون بنده خدا میاد میگه قدرت بیان نداره، علمشو داره. این مسئله است، این رو اگر با خودمون حل کنیم، جایگاهمون رو بشناسیم، استعداد خدا به همه ما استعداد داده، ما آدم بی استعداد نداریم، اما اون استعدادتو بشناس، اون جایی که توان نداری بپذیر توان نداری، برو پیش اونی که توان داره ازش یاد بگیر، ازش کمک بخو. بنده قدرت برنامه ریزیم قویه، قدرت اجراییم ضعیفه، میتونم فکر ایده برنامه ریزی بدم، خب باید یکی که اجرایی بیاد کنار من قرار بگیر، با هم میتونیم با هم کار کنیم. و میگم جا به جا که بشه خب بله دیگه، این همه چی تشکیلات هم که ما گیر داریم، میگه بچه از بالای تشکیلات نیستن، ما کار جمعی نگو بخاطر همینه، چون سر جامون نمیشینیم، سر صندلی خودمون نمیشینیم. هر یه طرف میگم رئیس شده عزم نداره، انا خوندیم نمیشه، آن جای تو نیست، تحویل هم نمیدونم این آن چه جای منه، درست نمیشه، کار قفل میشه دیگه. بله اهل فهمه، اهل اجراست، فهم نداره، مثلا طرف رئیس شده
شق چهارمه، صاحب اراده قویه اما برنامه نداره، انگیزه داره، دغدغه داره، بگی چیکار کنم؟ خب برادر من تو یا این تو خودت غربم هست، یا اون که صاحب برنامه است یا صاحب برنامه رو مشاور میگیری. تاش اینه، میگی آقا تو بلدی بشو مشاور من، به من ایده و برنامه بده، من اجرا میکنم. بشوری؟ خب بله، نشسته واقعا اجرا میگه. خب من چیکار کنم؟ آقا بگو من چیکار کنم. ببخشید، بگو من چیکار کنم. خب تو وقتی میبینی برنامه نداری برای اجرای مثلا من یا تو آقا، خب یعنی نمیتونی، تو باید بری دنبال کسی بگردی که بهت برنامه بده. نشستی اینو برای چی میگم؟ مثلا بعضی وقتا میری مطالبه میکنی از مسئولین، آقا چیکار میکنید فلان، یا من چون چیکار کنم؟ خب تو الان من چیکار کنم؟ نشستی حقوقشو میگیری، مسئولیت شرعیته. وقتی برنامه نداری چرا نشستی؟ باید در به در بگردی از یکی من برنامه بگیرم. خب بگی من نمیدونم این حرف آقا رو چجوری باید محقق کنم، بلد نیستم. باید شب و روز نداشته باشی، نشستی تو من بیام مطالبه آقا من چیکار کنم. حالا فرضاً چیکار کنمش صادقانه باشه، نمیخواد از سر باز کنه، نه واقعا صادقانه داره میگه. خب اولینش کاری که چرا نشستی؟ چرا این برنامه نمیگردی که آقا یکی به من برنامه بده؟ من بلد نیستم اینو چیکار کنم. من رفتم دیدم مثلا طرف صحبتای آقا رو در و دیوار زده، تمدن اسلامی و نقشه راه و اینا. بعد نشستم میگم خب احسن اینجوری جوان معامل انقلابی فلان نشه. نه خب برنامه اجرایی این صحبت راهبردیه، برنامه اجرایی چیه؟ برنامه اجرایی نداری. خب احسن، واقعا خوبه زدید. یه اتاقی داشت منو برد، گفت من یه اتاق داشت، دور تا دور اتاق صحبتای آقا بود، دقیقاً همینجوری مثلا اتاق بنر پایین تا بالا قشنگ. بعد نشون من نشستم مثلا این چیزای نقشای ارتش تو این بیان آقا بیان قشنگ رسید، یه دور زد همینجوری میچرخیدیم با صندلی رسید به ته. گفتم احسن، برنامه عملیاتی رو نداریم. اون نمی نزنی چون فایده نداره مثلا بخوام چون اینه مسئله. بعد چرا دغدغه نداری برای امنیتی نداری؟ همون وقت که دغدغش حرف آقا رو زدی خب من برنامه حالا چجوری اجرا کنم آقا نمیدونیم. برو نبا شبو بپرس اینور اونور کجا ببین اون مجموعه که دارن کار میکنن، بعد بدو اینور اونور راه باز میشه. اون نشسته همینجوری مثلا برنامه جبرئیل برات نازل کنه مثلا چجوری تو خوابی مثلا یه دفعه خب بدوی دیگه فرجی بشه دیگه. باز اونجوریه. من از اون خواهم میگم بفهمیم این مسئله رو، جایگاه خودمون رو، استعداد خودمون رو، طمع نکنیم به استعدادهای دیگران. من این قرآن نداره آقا، خدا فضل الله بعض علی بعض. حسادت نکنید، طمع نکنید، چون میدید بهشت و جهنم به این استعدادها نیست. هر کی استعداد باید باری بلند کنه، بهشت و جهنم به اون نیت خالصته. آقا رجب علی خیاطه میشه ولی خدا، آیت الله العظمش گیره نمیدونم از اندازون. اون اخلاص تو رفتگر شهرداری کف خیابون باش میتونی ولی خدا بشی. آقا ولی خدا شدن اما نقش ها و استعداد ها متفاوت. جایگاه خودتو ببین، قدر خودتو، اندازه خودتو ببین. نه بزن تو سرت خودتو تحقیق کن. ما حد وسط داره دیگه گفتی، نه بزن تو سرت. نه ما هیچ ارزه، ما بی ارزه، بی خود چه بی ارزه یعنی. خدا بی ارزه خلق نمیکنه. نه از این ور بوم بیفتی فکر مثلا تواضع فلان، نه از اون بر که چیزی که واقعا در تماممون نیست، استعدادشو نداریم، او رو طلب بکنیم. جایگاهی که حق ما نیست، مسئولیت پیشنهاد میشه، اونم باید بررسی کنیم یا تقوا چقدر باید داریم. ببین تو این کاره یا نه؟ احسن، اگر این کاره بودی تازه ببین بهتر از توی هست یا نه. و الا میگه خائنی، قبول مسئولیت بکنه. ما میگیم نه دیگه بالاخره ما هستیم. حالا این مسائل چهارم بگی چیه چهارمیه؟ گفتیم دیگه او که عزم داره قدرت فکر نداره باید تحت مدیریت احرار که صاحب فکرم قرار بگیره. بله بله، اون باید یعنی فکر رو از اون میگیره اجرا میکنه. اما اگر دارن خودش بگه من خودم صاحب فکرم بدبخت میشه، چون صاحب فکر نیست. اونی که دوباره فکرش خوبه عزم نداره، این یکی تو بس. بله بله، اولا اون مشاور باید قرار بگیره، اگرم لازمه کار کنه باید زیر دست باشه، بالا دست اجبارش کنه، چون خودش اراده قوی نداره. ولی اونی که فکر نداره اون احتمالش خیلی زیاده که فکر بعدش کنه، چون اهل عمله نمیتونه آروم بشینه، عزم قوی داره میخواد کار کنه. خب وقتی فکر درست رو دریافت نه، خودش هم نمیتونه به فکر تحلیلی درست برسه، ولی توهم بکنه. خب میشه مثل همین بعضا کارهای بچه حزب الله انجام میدن برای نظام هزینه درست میکنن.
یه دو اینجوری هم خوبه، این که اهل کاره. اما که میشونه خب به نظر من انقلابی که بریم فلان جا رو بیاریم پایین، آقا مثلا سفارت رو بریم بگیم بابا اینجوری نیست، باید وصل باشه به آدم صاحب فکر، والا ضررت بیشتر. آقا باید بیاد جورشو بکشه، هی مثلا هزینه‌شو بده، این مال این میشه بس که این خوبه. ولی احساس میکنم خودمون فکر میکنیم نه، آقا باید بری فکر رو بپرسی چهار تا آدمی که اهل فکرن تو عرصه انقلاب، بعد به نتیجه رسیم این کار درسته. بله بهایم باید بیان بالا، ولی نیان بالا بهش دردی نمیخوام، بهایم اسمش روشه دیگه، یعنی اون دسته فاحش خدمتی نمیکنه. ببین بهایمش خدمتی نمیکنن، فقط آره دیگه، هزینن فقط. بعد راحت سیاه لشکر دشمن میشن، تو سختی هایش کاری با انقلاب نمیکن، فهم درست تو انتخابات درست رای نمیده، به راحتی با فضای مجازی جا به جا میشه. هزینه است دیگه، ما شاخصه داریم، بهیمه نه خوب فکر میکنه نه اراده داره، این بهیمه است. حالا دیگه تاکتیک ها و جزئیات دیگه گفتیم اراده ما کلانش رو به شما گفتم اینجا. این دو تا راه داره، سیستم تقویت، سیستم ادراک، اعمال متناسب. کلانش اینه، کلان راهبردش همین بود که گفتم، هر چی سیستم ادراکت قوی تر باشه و اعمال متناسب با فضایل رو بیشتر انجام بدی، این تقویت. قوه ناطقه، هم قوه ناطقه که توضیح دادیم دیگه. بله بله، دست سوم خوشفکر هست بیشتر، و این فکر حد نداره که ادراک این نیست که من به تای ادراک رسیدم. بله میگم این شخصی خوشبخت هست، مشکل غرایز داره تو اخلاق، تنبلی عافیت طلبی در او خلق شده، سبک زندگیش عافیت طلبانه بوده، این شده خلقش، باید خلقش رو درست کنی. خلق چجوری درست میشه؟ با عمل، توضیح دادیم دیگه، تکرار عمل. پس راهبردش همین دو تاست تو همین. اما جزئیات مثلا در مورد اراده، خب تو روایت هم جزئیاتو گفته دیگه، از سیره در بیاد، آقا مثلا بین الطولین اراده رو قوی میکنه، این دیگه همون جزئیاتی است که یه جا عقل ما نمیرسه، اهل بیت کمکمون کرده. ولی این جزئیات تو سیره بین الطولین، بحثای دیگه، اونا دیگه تاکتیک ها و تکنیک هاست که از سیره و بالاخره اینها و تجربه، حتی بعضی چیزا با تجربه به دست میاد. ولی راهبردش همینش که گفتم، یعنی من راهبردها رو کامل براتون گفتم. بله خلقه، خلقش عافیت طلبانه شده، از تو خانواده این خلق فاسد پیدا کرده، جاگیر شده، حال کار نداره. این راهش عمله، چون ارادش ضعیفه خودش عمل نمیکنه، باید عبد باشه، بالا دست باشه، وادارش کنه به عمل تا آروم آروم این خلقش تغییر کنه. بله بله، عبد بشه و به اون اعمال درست عمل بکنه، اینم بله به احرار ملحق میشه. نه اینم بدبخت میشه، چون اهل عمل نیست دیگه، آخرش عمل صالح لازم داری. فلذا اینم اگر اون اگر به خوشفکر خودشو وصل نکنه بدبخت میشه، این اگر زیر دست قرار نگیره و عمل نکنه بدبخت میشه. نکته ای، سوالی دوستان؟ خب امیدوارم که انشالله مباحث مفید بوده باشه براتون تو زندگی، تو کار، طلبگی، تبلیغتون. از همه التماس دعا، آرزوی موفقیت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.